کوبانی یا عین العرب در سوریه منطقه کرد نشین است که منابع خبری از تصرف قسمت های شرقی آن به دست داعش خبر می دهند. یک هفته است تروریست های داعش پیشروی خود را به سوی این منطقه مرزی آغاز کردند. اهالی منطقه در این مدت تلاش کردند مانع سقوط شهر شوند اما آنها میگویند خبری از حملات هوایی ائتلاف آمریکایی برای متوقف کردن داعش نیست تصرف کوبانی سبب خواهد شد داعش کنترل بخشی طولانی از مرز سوریه و ترکیه را در اختیار گیرد تا کنون صدها هزار ساکن کوبانی به مرز ترکیه گریختند و در بدترین شرایط به سر میبرند کوبانی در آستانه سقوط شطرنج پیچیده تحولات منطقه کوبانی شهری کرد نشین در شمال سوریه و در استان حلب است. فاصله این شهر تا مرزهای ترکیه فقط دو کیلومتر است. کوبانی که به عربی عین العرب خانده می شود بیش از پنجه هزار نفر جمعیت دارد. این شهر گمنام سوریه حالا با حملات داعش در صدر اخبار جهان قرار گرفته است. این شهر مدت ها بود که تحت محاصره قرار داشت و با مقاومت مردم تروریست های داعش نتوانستند وارد شهر شوند. اما حالا خبرها از نفوذ تروریست ها به داخل شهر حکایت دارد این پیشروی داعش همزمان شده با قوقای تبلیغاتی اطلاف آمریکایی حدود 20 روز پیش بود که چند کشور عربی به درخواست آمریکا در پاریس گرده هم آمدند تا برای حمله به داعش متحد شوند اعضای مؤثر این اطلاف کشورهایی بودند که قبلا آشکارا از داعش حمایت مالی و نظامی می‌کردند مانند عربستان، آمریکا، ترکیه، فرانسه و قطر هر روز هم یک خبر تازه منتشر می شود که کشور جدیدی به این اطلاف افزوده شده. اما با گذشت دو هفته از آغاز حملات جهانیان نه تنها اتفاق خاصی در میدان نبرد مشاهده نکردند بلکه شاهد پیشروی این گروه تروریستی در منطقه استراتژیک در مرز ترکیه و سوریه هستند. خبری که خبرگزاری های جهان خصوصا رسانه های غربی مخابره می کنند، موفقیت داعش در تصرف بخشایی از شهر کوبانی است به گزارش خبرگزاری فرانسه تا اشتاکنون سه منطقه را در شرق کوبانی عین العرب به طور کامل تصرف کرده است اگه به نقشه نگاه کنید فقط یک نقطه کوچک در کل منطقه مرزی شمالی سوریه و ترکیه باقی مانده که هنوز در کنترل کوردهای سوریه است به غیر این نقطه گروه داعش کل این منطقه رو تحت کنترل خود داره تصرف این شهر اونها امکان میده کنترل یک منطقه مرزی بزرگ با ترکیه رو در دست داشته باشند و از اون برای مقاصد مختلف به ویژه برای قاچاق اسلحه و نیروی انسانی استفاده کنند شبکه الجزیره قطر که بیشتر جانب تکفیری ها را میگیرد تصاویری از نصب پرچم داعش را بر بالای ساختمانی در شهر کوبانی نشان میدهد و اعلام می کند که هزاران نفر از مردم از این شهر فرار کردند و در آن سوی مرزها در ترکیه پناه گرفتند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران میگوید من گزارش این تحولات را دیدم اما به صورت مستقل نمیتوانم آن را تایید کنم خانم ساکی تاکید می کند که سیاست آمریکا در قبال داعش تغییر نکرده است. وضع ما تغییر نکرده است. تمرکز ما بر روی داعش است. ما مطمئنا به حمایت از مخالفان سوری ادامه می دهیم. ما در حال گفتگو با مقامات ترکیه هستیم. ما نگران افزایش تهدید داعش هستیم. تاکنون کنون گلوله های خمپاره در خاک ترکیه هم فرود آمده و روستاهای نزدیک به منطقه درگیری از ساکنان تخلیه شده است. مقامات ترکیه تانکا و بالگردها را به نزدیکی کوبانی فرستادند اما به نظر میرسد منتظر اتفاقی در آینده هستند. دولت ترکیه هفته پیش از پارلمان مجوز مداخله نظامی در سوریه و عراق را گرفته بود. غربی ها و دیگر کشورهای منطقه هم در قبال حمله داعش بین در شمال سوریه تقریبا سکوت کردند. سکوت منادار آمریکا و آرایش خاص ترکیه مقابل تحرکات داعش نشان میدهد کاخ سفید و اطلاف آمریکایی همچنان به داعش به عنوان یک مهره در صفحه شطرنج تحولات منطقه نگاه میکنند باید دید فردا با این مهره چگونه بازی خواهند کرد